یک سلام گرم از طرف ویژه برنامه شعله های آذر به همه شما دانشجوهایی که این روزها مشغول اپا کردن شعله های اعتراض در دانشگاه هستیم. صدای اعتراض شما نشون میده دانشگاه زنده است و دانشجو بیداره. در ادامه اعتراضات به مناسبت روز دانشجو، به خصوص اعتراضات در مورد خصوصی سازی، دانشجویان دانشگاه شریف تو تجمعشون بیانیه‌ای رو خوندن در همین رابطه و اعتراضشون رو نسبت به تبدیل دانشگاه به بنگاه نشون دادن. کوشیدند هر گونه مقاومتی رو در برابر این سیاست‌ها از میان بردارند. این تهاجم همه جانبه عمدتاً با سه اهرم صورت گرفته است: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی، خصوصی سازی و گرانسازی خدمات اجتماعی و تشدید سازوکارهای کنترلی بر مبنای انواع و اقسام تبعیض‌های اجتماعی و نظارت‌های امنیتی، تهاجمی که در دولت‌های گوناگون با همراهی مجلس و نهادهای مربوطه هدایت می شد. در دولت کنونی علاوه بر تثبیت فاجعه دولت‌های قبل به طرز چشمگیری شدت یافته است. در چند دانشگاه کارگزاران حکومتی تلاش کردند با برگزاری مراسمی که توی اون مهره‌های حکومتی شرکت داشتن روز دانشجو رو مصادره کنند. دانشجوها هم به طور متقابل با اعتراضات و تجمع خودشون نشون دادن که نام دانشجو و روز دانشجو قابل سوء استفاده نیست. یه نمونه‌اش در دانشگاه تهران بود که دانشجوها در مقابل سخنرانی مسعود پزشکیان از اعضای مجلس آخوندها شعار دادن دانشگاه پادگان نیست، دانشجو می‌میرد، ذلت نمیپذیرد و دانشگاه امنیتی نمیخوایم، نمیخوایم. دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد. دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد. دانشگاه امنیتی نمیخوایم، نمیخوایم. دانشگاه امنیتی نمیخوایم، نمیخوایم. تا این یکی دو روزه اخیر همچنین اعتراضات دیگه ای هم در سایر دانشگاه ها و استان ها شکل گرفته، مثل تجمع دانشجوهای دانشگاه هنر تبریز، اعتراض دانشجوهای دانشگاه سمنان و اعتراض ابتکاری دانشجوهای پردیس کشاورزی دانشگاه تهران. چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی شده اسم من و تو رو تن این تبریز سیاه، که یه بیداد دیروز قرار بود که نماینده وزارت نفت در بین دانشجویان این دانشکده حضور پیدا کنه و به ادعای خودش مشکلات دانشجوها رو حل و فصل کنه، اما همونطور که انتظار می‌رفت این کارگزار رژیم صرفاً برای تهدید دانشجوها اومده بود و نه حل مشکلات. دانشجوها هم بلافاصله اعلام کردند که نتیجه این جلسه به دنبال نداشته، ضمن اینکه با وجود حضور دانشجوها توی دانشکده اینترنت قطع و صرف دانشکده نفت آبادان تعطیل. دانشجوها اعلام کردند که به تحسن و اعتراضشون ادامه میدن. این اعتراض همزمان در دانشگاه صنعت نفت آبادان و جلوی وزارت نفت در تهران ادامه داره. با هم تصاویری از این تجمع و اعتراضات دانشجویی رو می‌بینیم. جوابی این گله به برگان رسه بردن، جوابی این گله به برگان رسه بردن. این شیوه و این پا ادارت به کجا بود؟ ادارت کجایی؟ ادارت کجایی؟ رندان به چپاول سر این صفره نشستن، رندان به چپاول سر این صفره نشستن. این ها همه از رفت و بیهانی ما بود، ادالت کجایی؟ یکی از موضوعاتی که در حاشیه های روز دانشجوی امسال مطرح بود بالا گرفتن جنگ و جدال باندی بود. از هفته گذشته لیستی منتشر شده که در اون برای هر دانشگاه سخنران و برنامه اون روز رو تعیین تکلیف میکنه و برگزاری هر نوع مراسم دیگه ای رو غیر مجاز میدونه. البته چنین برخوردی در قبال برگزاری مراسم مستقل دانشجویی چیز جدیدی نیست، اما حالا
چون پر یه سری از مهره‌های نظام رو هم گرفته باعث اعتراض اونها شده. به دنبال بالا گرفتن این اختلافات، معاون فرهنگی سیاسی نهاد ولی فقیه به صحنه اومد و گفت مسئولان دانشگاه برای مجوز برنامه‌های روز دانشجو سلیقه اشخاص را دخیل می‌کنند. لیست سیاهی برای حضور افراد در دانشگاه‌ها نداریم. وجه دیگه این مراسم حکومتی تأکید روی به قول خودشون ضد استکباری بودن روز دانشجو هست. یه نمونهش حرفای آخوند محمدیان نماینده ولی فقیه توی دانشگاه بود که گفت بعضی ها دارن تلاش میکنند که 16 آذر را تحریف کنند و جنبه ضد استکباری آن را از بین ببرند. این در حالی است که سه شهید واقعی 16 آذر جان خود را در مقابله با استکبار و مبارزه با ظلم فدا کردند. بله، بی‌شرمانه و وقاحت‌بار اینجاست که خود این حکومت که ظالمتر و دیکتاتورتر از اون توی دنیا پیدا نمیشه ادعای ضد ظلم بودن میکنه. خود اینها که میخوان 16 آذر رو از روح ضد ظلم و ایستادگی دانشجو توهی کنن، افراد مثل پاسدار قاسمی و عباسی رو به دانشگاه میفرستن که خود اینها نماینده ترور و جنایت های رژیم هستن و اینطوری میخوان ادعا کنن که روح 16 آذر رو زنده نگه میدارن. اما همین دو سه روزه پاسخ این حرف ها رو از دانشجوها شنیدیم که در شعارهاشون علیه سیاست‌های حکومتی 16 آذر رو از چنگال حکومت بیرون آوردن و دانشگاه رو سنگر آزادی کردن. آخر شما تو این سالها این دانشگاه رو به معبد و محرابی برای آزادی تبدیل کرده بودید. دانشگاه های ما یک دم در سیاه ترین زمان ها از خروش باز نیستادند و نمیستند. تبلور شرف این مردم بودند.